داشتم یادآوری برای خودم میکردم که چیکار باید بکنیم. سریع میخوام بگم امروز میخوام اگه بتونید با من قدم به قدم بیایید خود منو تعامل بکنید، این زبان بی زبان منو تعامل بکنید تا این موضوعی که میخوام بگم که اسمش هست، اینو گفتم، سوالات بزرگ. همه ما سوالات بزرگی داریم. تو چند تا هفته رو سعی میکنم دو هفته حداقل باشه در باره سوالات بزرگ میخوام جواب بدیم که سوال هر کدوم از ما خواهد بود. مثلا یکی از بزرگترین سوالاتی که همیشه از من پرسیدن اینه که آیا میشه به کتاب مقدس اعتماد کرد یا نه، یا چرا همیشه چیزای بد برای آدمای خوب اتفاق میفته تو این دنیا. تا حالا سوال شده برای شما؟ یا بابا همه دارن یه خدا رو دارن پرستش میکنن، همه میریم یه جای دیگه، همه داریم میریم طرف یک خدا. اینا سوالاتیه که میخوام اگه وقت بشه خدا به من اون بده در باید صحبت کنم هفته آینده. و امروز میخوام در باید صحبت کنم که فکر میکنم سوال خیلی از عزیزان باشه که آیا میتونیم به کتاب مقدس اعتماد بکنیم یا نه. میخوام این رو بگم، آمریکا، من قبلی که بیام آمریکا فکر میکردم الان بیام آمریکا چه خبره، همه مسیحی، همه یک شنبه کتاب مقدس دستشون، هاللویا. یه چیزی بگم، هاللویا، مثلا من همیشه یه چند ماهی تو کلیسا بودم میگفتم این هاللویا که میگن چیه هاللویا، منم میگفتم هاللویا، من نمیدونستم چه هاللویا، یعنی خدا رو شکر به زبان عبری. اگه سوال داره، همیشه من تازه اومدم کلیسا میگفتم اینا چیه مسیحی میگن هاللویا، یعنی خدا رو شکر. پس خدا رو شکر ها، زیاد تعجب نکنید، یه که کلمه گنده چیز نیست، فقط یه کلمه تو کتاب مقدس که بین ما مسیحا الان خیلی داریم میگیم. من فکر میکردم اومدم آمریکا دیگه همه مسیحیان و راه میریم و خوش و خرم دست هم دیگه رو میگیریم، بغل میکنیم، رد میشیم. ولی وقتی که اومدم آمریکا متوجه شدم که نه، اشتباه دارم فکر میکنم. آمریکا و غرب مسیحی واقعا مسیحی نیست. میدونید آمریکا چهارمین کشور گم شده نسبت به انجیله تو دنیا، چین، اندونزی، هندوستان و آمریکا. یعنی مردم آمریکا احتیاج به نجات مسیح دارن. نسل به نسل، نسل که میگذره این درجه کمتر میشه، یعنی درجه ایمان کمتر میشه. تو آمریکا یه نظرسنجی شده، آماری هست که میگن افرادی که نمیرن کلیسا، 60% اونها که نمیرن کلیسا کتاب مقدس و یه کتاب افسانه‌ای و معمولیه که یه داستانی گفته شده، یه افسانه‌ای بوده، الان پیش ماست، یعنی کتابیه که دست برده است. الان حتی بین ما ایرانی ها این هست که همیشه این مسئله میاد بالا که آقا این کتاب مقدس که شما دارید دست خورده است، و همیشه این سوال رو از ما میکنن، شاید از شما بکنن، شاید برید زیر سوال که چرا به این کتاب مقدس ما اعتماده. من میخوام امروز اینو جواب بدم به شما، این سوال بزرگ، آیا میشه به کتاب مقدس اعتماد کرد یا نه؟ آیا میشه دفاع کرد؟ آیا میشه جواب افرادی رو داد که میگن که کتاب مقدس دست خورده است یا نه؟ این سوالی که میخوام بگم، اینو میخوام به شما بگم که من نوعی آرا که اینجا وایسادم دارم برای شما صحبت میکنم، میخوام بگم که من که دارم این صحبت رو میکنم 100% به این کتاب اعتماد دارم، 100% باور دارم که این کتاب دست نخورده است، هیچ کسی دست نخورده. و شواهدی هست که من رو از نظر منطقی بر این واداشته که روی این کتاب مقدس اعتماد بکنم، نه فقط این کتاب مقدس به عنوان ایمان و ابزار ایمانم، بلکه باور داشته باشم که این کتاب کلام خداست و هیچ کسی به این دست نزده و دست خورده نیست. چرا؟ من میدونی توی خانواده ارمنی به دنیا آمدم. حالا شاید میگن که شما ارمنی بودید، بعضی موقع دوستای فارسی زبان ما که میان
مسیحی میشم یعنی خانوادش میگه رفتی ارمنی شدی؟ نه بابا اینطور نیست، من رفتم تازه مسیحی شدم. ما ارامنه هم، من خودم شخصا تو خانواده ارمنی بدونم تو 16 سالگی ایمان آوردم. چطور ایمان آوردم؟ وقتی که کتاب مقدس رو خوندم، فهمیدم و اعتماد کردم و گفتم که بله مسیح، من میخوام تو رو دنبال کنم و این راه زندگی منه و این ایمان منه. حالا بعد ایمان من چه اتفاقی افتاد؟ بعد ایمان من شروع کردم چیکار کردن؟ اتوماتیکوار یه سری داستانهایی تو زندگیم گذشت و همون داستانها باعث شد که من ایمانم قوی بشه و یه آتشی از درونم باشه که بشارت بدم، بشارت مسیح رو بدم. و شروع کردم بشارت دادن دیگه، مسلمون، زرتشتی، بودایی، بی خدا، کمونیست، اینا رو همه رو میومدن از من سوال میکردن. و رسید یه جایی که یه خورده سوالات مردم برای من سخت بود. میدونید فرق نمی، میدونید مهمترین چیز سوال اینه که مهم نیست که شما به چه چیزی ایمان دارید در اصل. وقتی با اون سوالات مردم من متوجه، یکی اومد گفت که داری به من توهین میکنی، من ایمانی ندارم، من بی خدا هستم. و همون برای من سوالی شد که چطور به این جواب بدم. و برای پیدا کردن جواب رفتم یه سری تحقیقات کردم، تا به الانم داره یواش یواش تکمیل میشه، دارم بیشتر میدونم، بیشتر دارم ریسرچ میکنم، بیشتر دارم دقت میکنم، کتابای مختلف سعی میکنم که بخونم با وقت کمی که دارم، چکار میکنم بتونم درک بکنم که جواب بدم. میدونید مهم نیست که شما به چی ایمان دارید، مهم اینه که چرا ایمان دارید. میدونی وقتی که اون بی خدا میاد به من میگه که من به خدا اعتماد ندارم، من به خدا ایمان ندارم، میگم اتفاقا اونم ایمانیه، چون که نمیتونی ثابت بکنی که خدایی نیست. میدونی حتی اون بی خدا میاد میگه که من خدایی ندارم، چطور میتونی ثابت بکنی؟ اونم بی خدا بودنم به قول معروف ایمان. بعضی میگن من ایمان ندارم چون بی خدا هستم، همون ایمانه، همون سوال منه برای کسی که میگه خدایی وجود نداره، چطور میتونی ثابت بکنی خدایی وجود نداره؟ و همون چیزا باعث شد که من اینو فکر بکنم که الان آرا ایمان آورده، الان مهم نیست که به چی ایمان دارم نسبت به دوستای مختلفی که دارم بشارت میدم، ولی مهم اینه که من به این سوال جواب بدم که من مسیحی، من ارمنی زبان که در 16 سالگی به مسیح ایمان آوردم و کتاب مقدس رو خوندم، الان باید این سوال رو جواب بدم که چرا من ایمان دارم. من شمای مسیح اگه ندونیم چرا به مسیح ایمان آوردیم، نمیتونیم ادامه بدیم. میدونی چی میشه؟ انگار میشه که من کورم، همینجور دارم میرم، انگار که یک کسی یه چیزی گفته من دنبالش رفتم. باید بدونیم به چرا ایمان داریم. امروز میخوام 4 تا دلیل رو بیارم که چرا من آرا به کتاب مقدس ایمان دارم. شاید شما ایمان داشته باشی، شاید اینا رو خونده باشید، و میخوام امروز یه خورده بریم اعماق اقیانوس، با من تعامل بکنید و درباره این صحبت میخوام بکنم چرا من به کتاب مقدس اعتماد دارم. اولین نکته اینه که کتاب مقدس مجموعه بسیار قابل اعتماد و جمع‌آوری شده از نوشته های باستانیست، یعنی نوشته های قدیمیست، یعنی نمونه یه کتاب مقدس که آثار باستانی و تاریخی و قدیمی با هم دیگه جمع شدن از اون دیدگاه. میدونید از هر 5 آمریکایی یک نفر میگه که نمیتونم به کتاب مقدس اعتماد بکنم. حالا اگه شما فکر میکنید که آمریکا همه آمریکا مسیحی، نه اشتباست. از هر 5 آمریکایی یک نفر میگه که این افسانه است. بعضی موقع میگم باریکلا ما ایرانی ها خیلی جلوتر از آمریکا، ببخشید بعد از جنگ از آمریکایی‌ها جلوییم، بازم یه باورهای دیگه داریم، فرق نمی‌کنه که مسیحی باشیم یا نه.
میگه که از هر 5 آمریکایی یک نفر میگه که من نمیتونم به کتاب مقدس اعتماد کنم چون همه داستانها تخیلیه، فیلیتره، تخیلیه، یک افسانه بیش نیست که هم دیگه جمع شده، بسیار دست خورده است، تغییر داده شده است و نسل به نسل چرخیده و اون نسل به نسل چرخیدن باعث شده که ما اون اعتماد رو بهش نکنیم. چون که میگن که این بازی رو تا حالا کردی موقع نوجوانی که یه چیز در گوشی یکی میگی، میگی مثلا بگو من رفتم بازار، همینطور میچرخه میچرخه میرسه نفر دهم یه چیز عجیب غریب در میاد. من بازی رو خیلی کردم، یه چیز عجیب غریب در میاد. حالا منطقی ها میگن که آقا جان هزاران سال گذشته از این کتاب نوشته شده، الان دست برده، طبیعی اینطور فکر بکنن. وقتی تاریخ نگاران اونایی که میرن تحقیق میکنن نوشته های قدیمی و باستانی رو، من دارم از نگاه اونا، از نگاه مسیحیت نمیاد، از نگاه یک تاریخ شناس، یک باستان شناس، یک مورخ دارم این حرف رو میزنم، اطلاعاتی میاد. اینا چیکار میکنن؟ دو اصل اساسی رو در نظر میگیرن که باور بکنن که آیا این نوشته واقعیت داره یا نه. دو اصل با من هستید؟ دو اصل اون تاریخ نگارا. اولین اصل اینه که میگه اوکی تو این نوشته رو داری الان، حالا از این نوشته اوریجینال اصلی چند تا کپی وجود داره؟ اون تاریخ نگار و اون محقق میخواد ثابت کنه که آیا اون حقیقت داره یا نه. میاد میگه که اوکی شما این اصل رو دارید، میگه این کتابی هست که 1500 سال، حالا از اون کتاب چند تا کپی وجود داره؟ میان نگاه میکنن، بررسی میکنن از اون کپی که بفهمن آیا این حقیقت داره یا نه. خب اون موقع، موقع باستان که چاپخونه‌ای که نبود، چیکار میکردن؟ با دست مینوشتن. مثلا با دست که مینوشتن یک کتابی رو شاید 10 نفر نوشته، چون خسته میشه آقا کپی، من که خسته شدم آقا جان تو اینو بنویس، حالا من 10 خطش و ضعفش رو نوشتم، تو اینو بنویس. شاید یه نداشته، با دست می نوشتن. هر چقدر این کپی ها بیشتر باشه، ما بیشتر می تونیم صراحتاً چیکار بکنیم؟ اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، به اون اصلیه نزدیک بکنیم، بگیم که اوکی این کپی ها داره درست میگه و این اصلیه همون چیزیه که کپی هاست و کپی ها همون چیزی که اصله. پس می تونیم اینا رو باور بکنیم که این نوشته اصلی درسته. دومین نکته‌ای که نگاه می‌کنن تاریخ نویسان و محققان درباره صحت اون نوشته، می‌دونید چی رو نگاه می‌کنن؟ اون گپ زمانی رو نگاه می‌کنن، فاصله زمانی نوشتن اصلی اوریجینال و کپی اول، که این تایم فریمش چقدر بوده، زمان شروع نوشتن اون کپی که به دست مردم رسیده چی بوده. حالا چند تا مثال میخوام بزنم، کاش که بتونستم. من کلیسه قبلی همه رو تو وایپورد نوشتم. آیا تا به حال، حالا چند تا مثال زنده میخوام بزنم که برای شما شاید جالب باشه. افلاطون رو شنیدید اسمش؟ شما خوندید افلاطون؟ کی بود افلاطون؟ افلاطون یه فیلسوف یونانی بوده که 400 سال قبل مسیح بوده، که در زمینه علم، مثلا فیزیک، فلسفه، علمهای زیربنایی خیلی تحقیق، خیلی نوشته ها داره و خیلی از دانشگاه ها در حال حاضر، چند ساله؟ هزاران سال گذشته، هنوز بر پایه اون دارن درس میدن، هنوز بر پایه تحقیقات و نوشته های افلاطون، پلیتو انگلیسی میشه، چیکار میکنن؟ میان اون علم رو بررسی میکنن. حالا این فیلسوف و این عالم روز دنیا که امروز هست، افلاطون رو در نظر بگیر، از افلاطون که اولین نوشته رو نوشته چند تا کپی وجود داره؟ کسی سوالی داره که افلاطون رو باور نمیکنه
که اثر بخش نبوده در علم روز امروز ما که الان هم هست، تمام فیزیک و خیلی از مسائل علمی بر پایه نوشته ها و تئوری های افلاطون بنا شده. کسی هست مثلا بیاره تو دانشگاه بگه که نه من به افلاطون من باور نمی کنم، مثلا افلاطون واقعی نبوده، یه تخیلی بوده. بر چه اساسی افلاطون رو الان درس میدن؟ به خاطر نوشته های افلاطون. و بر چه اساسی میگن که حالا افلاطون اینو نوشته؟ و چند تا کپی داره افلاطون؟ 7 از نوشته اوریجینال افلاطون 7 کپی بیشتر نیست. حالا از زمان نوشتن اول که خود اوریجینال اصلی افلاطون خودش نوشته تا کپی اول که نوشته شده، اون زمان، فاصله زمانی چقدر بوده؟ 1300 سال. از نوشته اول تا کپی اول 1300 سال فاصله داشته بود. میدونی تو 1300 سال چه اتفاقی میفته؟ اولین کپی 1300 سال بعد نوشته شده. مثال دوم من، جولیو سزار. جولیو سزار رو میشناسید یا نه؟ تو فیلم ها خیلی دیدیم. جولیو سزار سیاستمدار، فیلسوف، نویسنده روم باستان بوده. میده الان سیستم مملکتی آمریکا از و خیلی از کشورها بر اساس ایده های جولیو سزار بوده. این جولیو سزار چیکار کرده؟ امپراتوری روم رو ایشون بنا کرده، امپراتوری روم که تمام دنیا رو با خودش گرفت. همین الان هم آثار امپراتوری روم در همه جای دنیا هست. جولیو سزار یک نویسنده قهار، نویسنده‌ای که در حال حاضر مملکت‌های بزرگی مثل آمریکا و کشورهای دیگه میان از اصول و اصول مملکتداری اون شخص میخونن و یاد میگیرن و امروز دارن استفاده میکنن. چند تا کپی داشت از نوشته جولیو سزار؟ چند تا کپی است؟ 10 ده تا کپی بیشتر نیست. آیا کسی میتونه بگه که جولیو سزاری وجود نداشته باشه؟ نه، نمیتونه بگه. و اون تایم فریمش، اون زمانی که جولیو سزار نوشته شده و کپی اولی که تموم شده، میدونی چند سال اون زمان، اون گپ تایمی وجود داشت داره؟ 1000 سال. یعنی از اون نوشته شده اول تا اون کپی اول 1000 سال. آیا کسی زیر سوال میبره جولیو سزارو؟ مثال سوم، هومرز ایلیاد. جیمی دوست داره؟ دوست داره. کتابای خیلی بزرگه. هومرز کی بوده؟ یکی از شاعران بزرگ و نویسنده های یونان قدیم که الان دبیرستانی ها دارن میخونن. الان مثلا بگی که من یادم خانومم یه چیزی آورده بود، ادبیات انگلیسی میخوند، یه کتاب بزرگ میگفت از هومرز. میگم چیه؟ یه خود بده بخون. خط اول رو خوندم دیگه، داشتم نفسم بالا میاد. چیه داری میخونی؟ ولش کن، بذار رد بشی، فایده نداره، اینقدر سخته کتاب به این بزرگی. میدونی هومرز ایلیاد چند صد نوشته؟ 15000 خورده ای خط نوشته. یکی از معتبرترین اسناد تاریخی و باستانی روز دنیاست به غیر از کتاب مقدس. چند تا کپی ازش هست؟ 643 تا کپی وجود داره ازش. اون گپ زمانی، اون زمانی که هومر نوشت و کپی اول، میدونی چند سال نوشته شده؟ برای چند سال؟ 400 سال. و اینو میخوام بگم، این یکی از قوی ترین کتابایی که الان دانشمندان میگن این خیلی سندیت داره. هیچ کی عمر چیز نمیکنه، زیر سوال نمیبره. و یکی از قوی ترین منابعی که همه دارن نگاه میکنن، از راهنمایی و دبیرستان در همه جای دنیا دارن درس میدن، چون هیچ کی سوال نمیکنه که این درسته یا نه. چون که چقدر؟ 643 تا کپی هست ازش و گپ زمانیش 400 ساله.
میرسیم به کتاب مقدس. سه تا کافی بود؟ خیلی هست. سه تا رو میگم. کتاب مقدس پرفروشترین کتاب دنیا در حال حاضر، در تمام قرون پرفروشترین کتاب. میبینی چند تا کپی هست ازش؟ 24,000 کپی. میبینی چند تا کپی کامل ازش؟ چون که وقتی میگم 24,000 پلاس، یعنی که شاید از یک کتابی یک کپی باشه، یک کپی دیگه باشه، یک کپی دیگه یه جای دیگه داشته باشه، از رسالات یه جای دیگه باشه، از عهد عتیق یه جای دیگه باشه. ولی بین این 24,000 تا چند تا کپی کامل داریم؟ 5,600 تا کپی کامل کتاب مقدس. و فاصله زمانی نوشتن اول تا اون گپ زمانی، اون کپی اول، ببینید چند ساله؟ 50 سال. 50 سال. میدونید؟ یعنی کتاب مقدس 10 بار بیشتر از نوشته هومرس کپی داره. الان که هومرس خیلی معتبره تو دنیا، 10 برابر کتاب مقدس بیشتر کپی داره. و اون زمانی که هست، گپ زمانی چقدره؟ 50 ساله. یعنی تو 50 سال چقدر میتونه، بخصوصا تو تاریخ و اون اصول تاریخ نگاری و باستان شناسی، 50 سال یعنی هیچی، یعنی معتبر. میدونی گوش کنید من دارم چی میگم اینجا. میتونی شما حقیقی نبودن کتاب مقدس رو باور بپذیرید که حقیقت نداره. شما میتونید انتخاب کنید که کتاب مقدس رو میتونید اعتماد بکنید بهش، یا بگید این کتاب حقیقی نیست. شاید میتونید شما به کتاب مقدس بگید که این دست خورده است. شما میتونید به عیسی مسیح ایمان نداشته باشید، ولی چیزی که شما میتونید انجام بدید اینه که ماهایی که ایمان داریم همینطوری کورکورانه و بدون منطق، فقط اینکه من ایمان دارم حالا بیام دنبالش، اینه میخوام بگم که کسی که وارد کلیسا میشه به عنوان ایماندار، احتیاجی نیست به مغزش فشار بیاره که آقا این درسته یا غلطه. میده خیلی از مسیحا فکر میکنن که ما، یا دیگران فکر میکنن ما همینجوری کورکورانه، ایمان، هاللویا، ایمان درسته، ولی ایمانی که میدونیم به چی ایمان داریم، ایمانی نیست که من فقط ایمان آوردم، همین ایمانی که چراشو میدونم، چرایی که میتونم از نظر منطقی و علمی هم بهش درک بکنم، برسم بهش. دیگه احتیاجی نیست این مغزم به کار ببرم که آیا درسته یا درست نیست، آیا دست خورده است یا دست خورده نیست. میره دلیل دومی که من به کتاب مقدس ایمان دارم اینه که از نظر تاریخی دقیقه. از نظر تاریخی دقیقه، از پیدایش تا مکاشفه توی کتاب مقدس ساعت ها شاید هزار ها داستان هست. خب داستان های واقعی تاریخی بیان شده و با بیان آن داستان، داستان ها داستان های کلی نیست. مثلا بگه اونجا یه چیز اتفاق افتاد، میشه افسانه. میده داستان هایی که تعریف میکنه با تاریخ میگه، دیتشو میگه، زمانو میگه، اسم میبره. چیکار میکنه؟ میگه که کجا اتفاق افتاده. تو کتاب مقدس اسم پادشاه ایران رو نوشته، داریوش، کوروش، اسم برده، دقت، یعنی با دقت تاریخ زده، میگه که این اتفاقات افتاده، یک واقع تاریخی، داستان‌های زیادی درباره اونا میدونیم. میدونید چند تا تحقیق باستانی در این رفتن کندن. خب من اینا رو دنبالش رفتن دارم به شما میگم، شما میتونید برید واقعیتش رو بدونید، همه تو اونجا سه گوگل بکنید پیدا میکنید. میدونید چند میدونید تو این دنیا اینقدر آدم هایی وجود دارن که میخوان فقط یه دونه اشتباه از مسیحیت بگیرن بکنن تو سر ما، ولی یک نفر
یک نفر از نظر علمی، از نظر تحقیقاتی میدونی هرکی بیاد بگه که من میتونم ثابت، من میگم که این دست خورده، میگم من چه حساسی داری میگی؟ آیا شما آنالیز کردین، تحقیق کردین دربارش؟ آیا میدونی چرا فقط این که بیا بگی که آه کتاب مقدس دست خورده است و اشتباهه؟ همش این میتونی انتخاب بکنی، ولی من احتیاجی نیست که به مغزم فشار بیارم، همه چی شواهد وجود داره از نظر تاریخی. میدونی چند تا این چی میگن تحقیق و استخراج و کندن باستانی شده که ثابت بکنن که کتاب مقدس رو داستانه که 23,000 کندن، 23,000 بار اون تحقیقات باستان شناسی، یعنی رفتن و نگاه کردن دیدن که کتاب مقدس میگه اینجا این تاریخ این اتفاق این شهر آتیش گرفته، این اتفاق افتاده، این دیوارها ریخته، رفتن نگاه کردن کندن که ثابت بکنن که این درست نیست، دیدن بله اون شهر هست. میدونی چقدر اکتشافات شده به خاطر وجود کتاب مقدس، اون اطلاعات دقیقی که کتاب مقدس از نظر زمانی از نظر تاریخی داده. 23,000. میدونی حتی یک رویداد تو کتاب مقدس رو نتونستن نقض بکنن که این چیز اتفاق نیفتاده. همه دنیا میخواد ثابت بکنه که کتاب مقدس افسانه بیش نیست، ولی 23,000 بار رفتن کندن دیدن درسته. این سوم نکته که من به کتاب مقدس ایمان دارم میدونه چیه؟ کتاب مقدس بر طبق دیده ها و شواهد نوشته شده. اونه که وکیلم میدونه شاهد بودن خیلی مهمه، بر طبق دیده ها و شواهد. همه عهد جدید و تقریبا همه عهد عتیق به وسیله افرادی نوشته شده که اون چیزها رو دیدن، اون چیزها رو گوش کردن و تجربه کردن و تجربه شخصی اونها بوده. و اونها اینا بگم که خیلی ها اون نویسنده ها به خاطر نوشته های خودشان کشته شدن. اگه اونا رو نمی دیدن، گوش نمی کردن، تجربه نمی کردن، چرا باید بمیرن به خاطرش؟ امروز اول میخوام عقلی بگم و منطقی دارم میگم. میده اول یوحنا چی میگه؟ اول یوحنا 1:1-4 میگه که آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود، اینو یوحنا میگه، دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم. حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت می دهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام می کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم تجربه کردیم به شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و پسرش عیسی مسیح است. ما این را به شما می نویسیم تا شادی ما کامل گردد. دیدیم، شنیدیم، تجربه کردیم، بیاییم. الان هم گفته کلیسای ایرانیان فیض اینه که ما دیدیم، ما شنیدیم، ما گوش کردیم، ما تجربه کردیم، بیاییم. اون چیزی که هست فقط ایمان کورکورانه نیست. ما هم نمیخوام اینجا برای شما داستان تعریف بکنیم، شعر بگیم، یه چیزی که حقیقت داره، چیزی که ما مغزمون شستشو ندادن که باور بکنیم به اون چیزها. من به کتاب مقدس ایمان دارم چون برای این که از طرف خداست. و عجب حالا شاید به این پس دیگه الان میگه که حالا تاریخ و اینا درسته ولی کلام خداست، از طرف خدا اومده. بابا بس کن دیگه، حالا ما رو فیلم کردی امروز ساعت 7 بعد از ظهر. میدونی کتابی که از نظر تاریخی کردیتی داره که تاریخ شناسا و محققان، اینا کشیشا و پاپا نمیگن، تاریخ شناسا و باستان شناسا و محققان به اون باور کردن که این نقصی نداره و از نظر منطقی درسته و باور کردنیه که الان ما میگیم کلام خداست. میدونی چرا؟ چون اینطور نوشته شده، چون که کلام خدا نوشته شده، کلام گفته. شما میتونید باور کنید ولی بهتر به آن چیزی که الان باور میکنید
به اندازه این کتاب ثابت شده و اقتدار داشته باشه. هر چیزی که الان شما باور میکنید اگر به اندازه این کتاب اینقدر شواهد و دلائل داره، اونایی که اینجا هستن، اونایی که دارن بعدا نگاه میکنن بیا ما من صحبت بکنه، اگه چیزی بود که بیشتر از این شواهد و مدارک وجود داره، من حاضرم که به اون ایمان بیارم. نیست تو این دنیا اینقدر شواهد، و خودش کتاب مقدس خودشو ثابت میکنه. حالا چطور میگیم این کلام کلام خداست؟ از کجا آوردی؟ بذارید دو تا چیز رو بگم. این روشی که این کتاب نوشته شده، چه روشی نوشته شده این کتاب؟ روشی که این کتاب نوشته شده، فرقی که بین این کتاب ها با کتاب های دیگه اینه که میدونید تمام کتاب های دیگه، کتاب های ایمانی دیگه، میدونید به واسطه چی نوشته شده؟ به وسیله یک نفر در یک زمان معین. نمیخوام بهش که توهین بکنم، ولی نمونه هست. من چی میگن؟ احترام میذارم به تمام کسایی که ایمان دارن به هر چیزی، حتی اون شخصی که خدایی باور نمیکنه به اونم احترام میذارم، ولی اینو بگم، مثلا قرآن به وسیله یک نفر نوشته شده در یک زمان معین، در یک تاریخ، وحی خدا، بوم، یک نفر. حالا مورمون ها الان تو آمریکا زیاد هستن. مورمون چی بوده؟ جوزف اسمیت. یک نفر نوشته در یک زمان معین، اینه که یک فرشته اومد، کشیشی بوده، یک فرشته اومد و این کتاب مورمونه و این کتاب منه، کتاب خداست. این حقیقت، یک نفر، یک زمان مشخص. حالا کتاب مقدس، اون روشی که نوشته شده، بر اون روشی که نوشته شده از نظر عقلانی، از نظر منطقی، از نظر ایمانی شما با هم مقایسه بکنید. چند تا کتابه؟ 66 تا کتاب مختلف در 3 مکان جغرافیایی مختلف نوشته شده. کجا؟ اروپا، آسیا و آفریقا. به وسیله 40 تا نویسنده مختلف نوشته شده. در چه زمانی نوشته شده؟ در مدت 1500 سال نوشته شده. دوباره بگم، 66 تا کتاب، 40 تا نویسنده، 3 جای مختلف، آسیا، اروپا و آفریقا، در مدت 1500 سال. حالا خواهش می‌کنم اینو فکر بکنیم که حالا همه اون نویسنده نشسته، خب حالا یه کاری بکنیم، همه ما چیکار کنیم؟ نشستن تمام نویسنده‌ها، حالا یه کاری بکنیم، همه چیزا هماهنگ باشه، درباره یک چیزی صحبت. ببین این کتاب مقدس درباره یک چیزی صحبت می‌کنه. اونم چیه؟ عیسی مسیح، نجات دهنده است. درباره یک چیزی داره صحبت میکنه که مسیح تنها راه و راستی و حقیقته، و دومین نکته که میخوام بگم که از طرف خداست اینه که چیزی که در این کتاب نوشته شده، خب با این تموم بکنم، چیزی که در این کتاب نوشته شده، کتاب مقدس خوندید یا نمونه که خوندن؟ میدونید درباره مسیح، اومدن مسیح، چند تا نبوت در عهد عتیق وجود داره؟ 50 تا نبوت پیشگویی که از 200 سال تا 1500 سال قبل مسیح نبوت ها شروع شده، که نمونه هاش اینه، و نبوت هایی بوده که پیشگویی بوده که خیلی دقیق بوده، که اگه گفتن همه تعجب می‌کنن، مگه امکان داره اینطوری؟ اشعیا نبی درباره مسیح گفته که از باکره، اینقدر دقیق، از باکره این نجات دهنده متولد خواهد شد. در پیدایش و ارمیا بیش از 1000 سال قبل مسیح
درباره نسلی که مسیح و اون نجات دهنده به دنیا خواهد آمد. دقیق. پدر بزرگ از کجا اومده، به کجا رسیده؟ در مزمور 22 دیده درباره چی صحبت میکنه؟ درباره مصلوب شدن، طریقه مردن عیسی مسیح روی صلیب برای گناهان ما. میدونی چه اون موقع این کار اصلا مصلوب شدن اعدام، اون موقع مصلوب شدن در موقع مسیح اعدام بود برای کسایی که اشتباه میکنن. ولی زمانی که این مزمور نویس اینو نوشته، مزمور 22 دقیق درباره نحوه مردن اون نجات دهنده صحبت میکنه که اصلا معنای اون موقع نداشت، اصلا مصلوب شدن اونجا وجود نداشت، نبوت شده. میدونید کلام خدا میگه که همه کتب از الهام خداست، تمام کتب از الهام خداست. فرق الهام و وحی میدونید چیه؟ وحی یعنی شما هیچ کنترلی ندارید، الهام یعنی خدا با روح خودش همه اون نویسنده ها رو با هم دیگه، بدون اینکه خیلی مواقع اونا هم نمیفهمیدن چی میگفتن، ولی خدا استفاده کرده که برای یک هدف و اون خبر نجات دهنده عیسی مسیح باشه. میتونی بگید آمین؟ میخوام امروز یه خورده فقط نگاه کنید که کتاب مقدسی که ما امروز داریم، چرا ما امروز به این ایمان داریم. این همه شواهد دیگه احتیاجی نیست که من بیام بترسم که مغزمو چک نکنی، اینا شستشوی مغزو دارن میدن. اوه خدا، من یادم کلیسا تازه شروع کرده بودن، فامیلام به من میگفتن مواظب باش اینا مغزتو شستشو مغزی میدن، مواظب باش میری اونجا اینا میگیرن چای شیرینی میدن اون حرفا. میگفتم یادم به مادر معلم دبستان بود، این معلم های دیگه جمع شده بودن، میدونیم شنیدیم که این پروتستان ها به شما پولم میدن و به بچه انگار پول میدن میرن. مامانم میگه یه پولم از ما میگیره میندازه به صندوق اعانات کلیسا. چه پولی میدن؟ میدونید خدا این کتاب رو به ما داده که به ما کمک بکنه، کتاب با این صحت و این شواهد تاریخی. کتاب مقدس به ما حقیقت رو میاموزه، نشون میده و به ما گناه خودمون رو، انگار کتاب مقدس رو وقتی که میخونیم آینه است، خودمون رو نگاه میکنیم، مقصر بودن خودمون، گناهکار بودن خودمون رو نگاه میکنیم. کتاب مقدس نه فقط گناهکار بودن ما رو به ما نشون میده، بلکه این روش رو نشون میده که ما چطور میتونیم عوض بشیم و زندگی ما خوشبخت بشه. راه خوشبختی ما رو به ما نشون میده، سعادت ما رو به ما نشون میده. کتاب مقدس وسیله ایه که ما بتونیم شبیه عیسی مسیح بشیم. از امروز میخوام کتاب مقدس رو یک طور دیگه نگاه بکنیم با مغزتون. الان بعضی موقع میگم ایمان، ولی بدونید که چرا ما ایمان داریم. فقط ایمان داشتن کافی نیست، فقط این که بگیم من ایمان دارم کافی نیست. چرا من ایمان دارم؟ من میدونم چرا به این ایمان دارم، چون که کلام حقیقی خداست. دعا بکنیم. آمین. خداوند از تو ممنون هستم برای این کتاب. دعا میکنم که دوستای عزیزم، خواهر برادر عزیزم، هر کسی که این پیغامو شنیده، خداوند اون قوت کلام تو در اون جاری بشه، اون اعتماد کلام تو در زندگی وجود این عزیزان خداوند نمایان بشه، که بدونم به چی ایمان دارن، که در این دنیا یک نفر نتونسته ثابت بکنه، حرف زیاده ولی یک نفر نتونسته یک نقص کوچیکی ازش بگیره که ثابت بشه که درسته، چه از نظر علمی تحقیقاتی که از نظر ایمانی. چون که این کتاب زندگی خیلی ها رو عوض کرده، زندگی منو عوض کرده، به زندگی امید بخشیده، سعادت داده. خداوند دعا میکنم که به این کتاب، بعضی موقع برای ما عادت میشه چون مسیح هستیم کتاب مقدس هم باید داشته باشیم، ولی معتبرترین کتاب روی زمین هست که میتونیم با قوت و قدرت بگیم که حقیقت داره، دست نخورده است.
و این کلام خداست. از تو ممنون هستیم به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. خداوند به شما برکت بده. ببخشید خودتون کشید چون طولانی بود، ولی مهم